ما در کیهانی زندگی می کنیم که تولد خود را از یک نقطه فوق متراکم آغاز کرده است. اکنون پس از طی دوران‌های مختلف به حجم و وسعتی رسیده که ما به هر گوشه ای از آن می نگریم شاهد عظمت و شکوه حیرت انگیزی هستیم. یکی از موضوعاتی که همواره فکر بشر را به خود معطوف کرده این است که به راستی وسعت کیهان به چه اندازه است. کیهانشناسان بسیاری در سر تا سر جهان در حال تحقیق و بررسی این موضوع هستند و نظریات مختلفی را ارائه کردند. اما نظریاتی که در مورد وسعت کیهان مطرح می شود تا چه اندازه قابل اتکا است؟ آیا می توان از وقایعی که تا کنون از این کیهان پر رمز و راز مشاهده شده نتایج متفاوتی گرفت؟ افزایش حجم کیهان تا چه حدی ادامه دارد و آیا بازگشتی برای آن وجود خواهد داشت؟ تا کنون دانشمندان در مورد کیهان نظریاتی را مطرح کردند که بیشتر از اینکه بتواند پاسخگوی سوالات قبلی باشد، خود سوالات بیشمار دیگری را ایجاد کرده است. حجم این سوالات بیشمار نشانگر این است که شاید باید به کیهان از منظری دیگر نگاه کرد. ساینس فکت از منظر کیهانشناسی شعوری خود فرضیات مختلفی در خصوص نحوه پیدایش و شکلگیری کیهان ارائه می‌دهد که پرده از مجهولات و ناگفته‌های علمی بسیاری برمی‌دارد. یکی از فرضیاتی که به این سوالات پاسخ می‌دهد فرضیه پوسته کیهان است. پوسته کیهان، قسمت سوم از سری مستندات کیهانشناسی شعوری. در کیهان واقعیت‌هایی قابل مشاهده است که به هیچ عنوان نمی‌توان آنها را انکار کرد. از جمله این واقعیت‌ها وجود تابش پس زمینه کیهان است. در سال 1964 دو دانشمند آمریکایی متوجه شدند که اگر به جای تلسکوپ نوری یک تلسکوپ رادیویی را رو به نقطه‌ای تاریک از کیهان بگیرند، برخلاف انتظارشان نویزی از فضای خالی کیهان دریافت می‌کنند. آنها تلسکوپ را به یک نقطه تاریک دیگر از کیهان نشانه رفتند. فکر می‌کنید چه چیزی دریافت کردند؟ همان نویز. آنها این کار را بارها و بارها تکرار کردند و این نویز باز هم در همه نقاط تاریک کیهان وجود داشت. حتی ممکن است فکر کنیم این نویز به خاطر تداخلات امواج رادیویی روی کره زمین است. اما اگر تا جای ممکن هر گونه تداخل را نیز حذف کنیم، با کمال تعجب می‌بینیم در پس زمینه کیهان همیشه نویز ثابتی در محدوده امواج مایکروویو وجود دارد. دانشمندان این نویز را تابش پس زمینه کیهان یا CMB نام نهادند. بسیار مهم است که بدانیم این نویز از تمام جهات کیهان دریافت می شود که در واقع این امواج همان فوتون هایی هستند که طول موجشان به اندازه طول موج مایکروویو رسیده است. به همین دلیل فقط با طیف سنج های مغناطیسی قابل رصد هستند. تابش پس زمینه کیهان از طیف جسم متعارفی که جسم سیاه نامیده می شود پیروی می کند. جسم سیاه جسمی است که همه نوری را که در همه فرکانس ها و از تمام زوایا از هر جا و با هر شدتی به آن می تابد جذب می کند. یک جسم سیاه پرتوهای الکترومغناطیسی ساطع می کند که به آن تابش جسم سیاه می گویند. طیف حاصل از تابش جسم سیاه در محدوده امواج مایکروویو طیف الکترومغناطیسی قرار دارد. در سالهای بعد اخترشناسان به وسیله ماهواره‌های فوق پیشرفته‌ای مانند کوبی، دبلیو مپ و پلانک توانستند از تابش پس زمینه کیهان عکس برداری کرده و CMB را دقیق‌تر رصد کنند. مشاهده تابش پس زمینه کیهان در ذهن بشر سوالاتی را ایجاد کرد که دانشمندان و نظریه پردازان با روش‌های مختلف سعی کردند تا به امروز پاسخی برای آنها پیدا کنند. سوالاتی از قبیل اینکه منبع این امواج کجاست؟
و چگونه ممکن است این منبع در تمام جهات کیهان به طور یکسان وجود داشته باشد؟ از دیدگاه دانشمندان در مراحل اولیه بیگ بنگ، یعنی قبل از تشکیل ستارگان و سیارات، کیهان جوان، داغ‌تر، متراکم‌تر و مملو از مهماتی از پلاسمایی از ذرات بوده است. با افزایش حجم کیهان، پلاسما سردتر شد و تشعشعاتی که به صورت تقریبا متراکم در آن وجود داشتند، به طول موج‌های بلندتری تبدیل شدند. هنگامی که دما به اندازه کافی کاهش یافت، پروتون‌ها و الکترون‌ها با هم ترکیب شدند و اتم‌های هیدروژن خنثا را تشکیل دادند. کیهان‌شناسان به دوره‌ای که اتم‌های خنثا برای اولین بار تشکیل شدند، دوره نوترکیبی می‌گویند. هنگامی که دمای کیهان به 3000 کلوین رسید، فوتون‌ها توانستند آزادانه حرکت کنند. به رویدادی که پس از آن فوتون‌ها آزادانه در فضا حرکت کردند، جداسازی فوتون می‌گویند. دانشمندان معتقدند فوتون‌های CMB در عصر نوترکیبی، یعنی زمانی که عمر کیهان تقریباً 380 هزار سال بوده و دمایی در حدود 3000 کلوین داشته است، ساطع شدند. با این حال این فوتون‌ها در طول سفر 13.8 میلیارد ساله خود اکنون در ناحیه امواج مایکروویو با دمای متوسط 2.725 کلوین قابل شناسایی هستند. این فوتون‌های جدا شده به دلیل انبساط فضا به تدریج طول موجشان افزایش پیدا کرده است و سپس به طول موج نور قابل دیدن و بعد از آن به طول موج مادون قرمز و کم کم به مایکروویو رسیدند. هم‌اکنون نیز ما آنها را به صورت تابش پس زمینه کیهان دریافت می‌کنیم. کیهان‌شناسان تابش پس زمینه کیهان را بقایایی از پدیده بیگ بنگ می‌دانند. CMB بهترین شاهد برای دانشمندان است تا نظریه بیگ بنگ را آنطور که مطرح شده بپذیرند و در جهت اثبات گوشه‌های مختلف آن تحقیق و بررسی کنند. اما اگر ما این تابش را حاصل از نقطه آغازین کیهان بدانیم، سوالاتی در این رابطه مطرح می شود. تابشی که به عنوان CMB مشاهده می شود و یا فوتون‌هایی که به گفته علم تقریباً از 13.8 میلیارد سال پیش به جا مانده اند، چرا از همه جهات فضا به ما می رسند؟ اگر کیهان از یک نقطه آغاز شده است، جای آن نقطه هم‌اکنون کجاست؟ آیا نقطه آغاز کیهان یا بیگ بنگ دارای سطح کروی می باشد یا تصور توپولوژیکی از کیهان این تصویر را می سازد؟ کیهانشناسی شعوری در مورد اینکه چرا تابش CMB به صورت کروی مشاهده می شود فرضیاتی را مطرح می کند. در مستند قبل سیاه‌چاله کیهانی توضیح دادیم که جهان ما از سیاه‌چاله کیهانی متولد می شود. و گفتیم که در داخل سیاه‌چاله کیهانی فقط ماده مطلقی وجود دارد که کیهانشناسی شعوری نام آن را تم گذاشته است. همچنین اشاره شد که تم وحدتی است از ماده روشن تاریک، ماده تاریک تاریک، نوع جدیدی از ماده گرانشی ناشی از فشردگی شدید امواج گرانشی و نوع جدیدی از ماده حرارتی ناشی از فشردگی شدید امواج حرارتی. در انتها مشاهده کردیم که کیهان در نقطه ای فوق متراکم فشرده و جمع شده و آماده ی تولد جدید گردید. کیهان برای تولد دوباره نیاز دارد که خود را از این حالت فشرده رها کند. یعنی کیهان به سمت وضعیت اصلی و طبیعی خود بازگردد. به این فنر نگاه کنید. در این حالت فنر هیچ گونه استرس و فشار و تنشی ندارد. اما با وارد کردن نیرو و جمع کردن آن برای فنر ایجاد تنش و استرس کرده ایم. حال با برداشتن نیرو فنر به شکل عادی خود برمی گردد تا در نهایت خالی از هر گونه تنش و انقباض شود. به این عمل واگرد گفته می شود.
کیهان در ابتدا در اوج تنش و استرس قرار داشته که بسیاری از آن را آزاد نموده و اکنون در حال آزادسازی مابقی آن استرس و فشار می باشد. نام این فرایند را اصل واگرد کیهان می گذاریم. فرایند واگرد کیهان و بازگشت فضا به وضعیت طبیعی خود در دو مرحله، یکی مرحله انفجار و دیگری مرحله احتراق رخ می دهد. که در این مستند فقط به مرحله احتراق می پردازیم و مکانیزم انفجار بزرگ اولیه در مستندی دیگر توضیح داده خواهد شد. با آغاز واگرد کیهان، بخشی از تم، ماده مطلق تشکیل دهنده سیاه چاله کیهانی صرف انفجار اولیه شده و قسمت باقی مانده تبدیل به لایه‌ای می شود و کره کیهان را که در حال افزایش حجم است در بر می گیرد. محمد علی طاهری، نظریه پرداز کیهان شناسی شعوری، این لایه بیرونی که در برگیرنده کره کیهان می باشد را پوسته کیهان نام نهاده است. این فرضیه اولین بار است که در تاریخ کیهان شناسی مطرح می شود که در این مستند مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. طبق فرضیه پوسته کیهان، ماده تم از داخلی ترین لایه درونی خود خاصیت مطلق بودن را از دست می دهد و وارد مرحله تجزیه شدن می شود. افزایش حجم کیهان یکی از نتایج تجزیه شدن تم می باشد. برای اینکه بتوانیم کلیتی از تجزیه شدن تم را توضیح دهیم، از مثالی استفاده می کنیم. به تصویر پرتاب موشک نگاه کنیم. یکی از مکانیزم هایی که برای رانش موشک به سمت جلو طراحی شده است، سوخت جامد می باشد که با سوزاندن این سوخت، انرژی لازم برای پیش رانش موشک به سمت جلو تأمین می شود. سوخت جامد در محفظه‌ای قرار می گیرد که احتراق آن نیروی لازم برای حرکت موشک را فراهم می کند. اگر به سطح مقطع انتهای شعله نگاه کنیم، یعنی از پشت سر به حرکت موشک نگاه کنیم، تمام چیزی که می توانیم ببینیم شعله حاصل از احتراق سوخت جامد است و در این موقعیت از این زاویه نمی توانیم بدنه موشک و سطح مقطع خود سوخت را مشاهده کنیم. مساحت سطح مقطع سوخت موشک میزان سرعت پیشروندگی آن را تعیین می کند. به این صورت که هرچه سطح مقطع بیشتر باشد، میزان احتراق بیشتر شده و به نسبت سرعت پیشروندگی موشک نیز افزایش می یابد. گذشته از سطح مقطع سوخت جامد که نیروی پیشروندگی موشک را تأمین می کند، طول مقدار سوخت جامد نیز مدت زمان پیشروندگی را تعیین می کند. به این ترتیب هر چقدر طول سوخت جامد بیشتر باشد، موشک قادر است مدت زمان بیشتری به جلو حرکت کند. حال فرض کنیم که تعداد بی نهایت از این موشک را در همه جهات روی لبه کره‌ای قرار دهیم. اگر ما درون این کره و در مرکز آن قرار داشته باشیم و در 360 درجه به هر طرف نگاه کنیم، در دوردست‌ترین نقطه چه چیزی را مشاهده می کنیم؟ درست است. فقط شعله‌ای که از پشت موشک ها خارج می شود را می بینیم و خود موشک ها را نمی توانیم ببینیم. اگر لبه این کره فرضی به موشک ها متصل باشد، حرکت موشک ها باعث افزایش حجم این کره می شود. حالا بهتر می توانیم در مورد تم و پوسته کیهان صحبت کنیم. در واقع یکی از عملکردهای ماده تم که به پوسته کیهان تبدیل شده و آن را تشکیل داده، مانند عملکرد سوخت جامد در موشک است. تم با تجزیه از داخلی ترین لایه درونی خود باعث پیشرانش پوسته کیهان و افزایش حجم آن می شود. همچنین پس از مراحل اولیه واگرد کیهان، ارتفاع شعله حاصل از تجزیه تم ثابت می ماند و فقط از مرکز انفجار دور و دورتر می شود. حرکت و احتراق پوسته کیهان مکانیزمی مانند حرکت یک موشک با سوخت جامد دارد. همواره سر موشک رو به بیرون است و پشت موشک به سمت مرکز کره کیهان قرار دارد.
ما فقط بیرونی ترین بخش شعله این موشک را میبینیم، درست جایی که در 3000 کلوین جداسازی فوتون صورت میگیرد. از دیدگاه کیهانشناسی شعوری، تابش پس زمینه کیهانی در واقع محصول همین آخرین سطح سوخت کیهان است. پوسته کیهان که مثل بی نهایت موشک در همه جهات کره کیهان به پیش می رود، ضمن حرکت رو به جلو در حال تولید فوتون است. اگر در حال حاضر به سطح مقطع کره کیهان نگاه کنیم، مشاهده می شود که پوسته کیهان دارای ضخامت است. در داخلی ترین لایه این ضخامت، مراحل تجزیه تم در حال رخ دادن است. در مراحل اولیه تجزیه تم، آزادسازی ماده تاریک تاریک یا همان توری‌های فضای بسیار متراکم اتفاق می‌افتد. توری‌های فضا در دل تم به صورت کاملا متراکم قرار دارند. آنها در مسیر واگرد ابتدا از تم جدا شده و تبدیل به ماده جامدگونه تاریک می‌شوند. حرارت ایجاد شده در آن منطقه ماده تاریک جامدگونه را به ماده تاریک مایعگونه تبدیل می کند و پس از آن به واسطه خارج شدن توری‌های فضا از حالت مچالگی بلافاصله به صورت انرژی تاریک در می آیند. این انرژی تاریک که به شکل گازمانند در آمده آنقدر عظیم است که نه تنها نیروی لازم برای ادامه باز شدن توری‌های فضا را فراهم می‌کند، بلکه عامل اصلی افزایش حجم کیهان از ابتدای واگرد تا حد ماکسیموم آن خواهد بود. به موازات تجزیه ماده تاریک تاریک، تجزیه ماده روشن تاریک نیز نقش ماده سازی را بر عهده دارد. ماده روشن تاریک ابتدا به امواج فوق متراکمی که در سیاه‌چاله‌های درون کیهانی میتوان یافت تبدیل می‌شود، سپس به امواج متراکم و بعد از آن به صورت امواج غیر متراکم در می‌آیند. در ادامه انرژی بنیادین و ذرات و ضد ذرات بنیادین نیز تشکیل شده و تبدیل به هسته‌های اتم‌های اولیه و در نهایت تولید اتم‌ها می‌شوند. نیروی عظیم انرژی تاریک به همراه نیروی حاصل از تجزیه ماده روشن تاریک دست به دست هم داده اند تا پوسته کیهان را به پیش برانند. دمای این ناحیه از پوسته کیهان برای تشکیل اتم‌های خونسا بسیار بالاست. در اینجا بعد از برخورد امواج غیر متراکم با یکدیگر، ذرات بنیادین تشکیل شده و پس از آن هسته اتم‌هایی مثل هیدروژن، هلیوم، لیتیوم و چند نوع هسته دیگر و همچنین الکترون‌های آزاد ایجاد می‌شوند. این روند باعث می‌شود که در این ناحیه ذرات کاملاً یونیزه شده پلاسمای داغی را ایجاد کنند. این پلاسمای داغ اجازه هیچ تابشی از طیف الکترومغناطیس را نمی‌دهد. ادامه تجزیه تم و ماده سازی پوسته باعث افزایش حجم کیهان می شود. با افزایش حجم کیهان فرصت کافی برای سرد شدن فراهم می شود. در اینجا هیدروژن و هلیوم شروع به گرفتن الکترون های آزاد می کنند. در این ناحیه از فضای کیهان ذرات قابل رؤیت شده و فوتون ها می توانند آزادانه حرکت کنند. با توجه به فرایند توضیح داده شده متوجه شدیم که افزایش حجم کیهان چگونه اتفاق می افتد. در مثال موشک به این نکته اشاره کردیم که سرعت موشک مورد نظر ما به مساحت سطح مقطع سوخت جامد آن بستگی دارد. وقتی به نقشه پوسته کیهان نگاه می کنیم مشاهده خواهیم کرد که خارج از کره کیهان فضا و زمان وجود ندارد. بنابراین در چنین جایی محدودیتی برای سرعت گرفتن نیز وجود نخواهد داشت و تنها عامل بازدارنده سرعت پیشروی فقط همان ضخامت پوسته کیهان است. کم شدن مقدار ماده تم تامین کننده سوخت جامد پوسته کیهان باعث نازکتر شدن این پوسته و در نتیجه کاهش مقاومت آن در برابر پیشروی می شود. این موضوع یکی از دلایل افزایش سرعت واگرد و حجم کیهان است.
در ضمن با بزرگ شدن شعاع کره کیهان در هر لحظه مساحت پوسته کیهان نیز اضافه می شود. در واقع مساحت پوسته کیهان تعیین کننده سطح احتراق سوخت جامد است و با این افزایش سرعت پیشروی پوسته کیهان نیز به طور مداوم افزایش می یابد. این فرایند علت دوم روند افزایش سرعت واگرد و حجم کیهان می باشد. بنابراین افزایش سطح مقطع سوخت جامد از یک طرف به همراه کم شدن مقاومت پوسته کیهان از طرف دیگر باعث افزایش سرعت دور شدن پوسته کیهان در همه جهات از یک مرکز فرضی که ما به عنوان ناظر در آن محدود هستیم می شود. به همین دلیل می توان نتیجه گرفت که سرعت واگرد و حرکت پوسته کیهان همواره رو به افزایش است. دانشمندان امواجی را در سطح ماکروویو در پس زمینه کیهان رصد کردند که آن را CMB یا تابش پس زمینه کیهان نام نهادند و به بقایای بیگ بنگ نسبت دادند. در صورتی که کیهان شناسی شعوری این تابش پس زمینه ای را مربوط به تجزیه شدن ماده تم در پوسته کیهان می دانند که از ابتدای انفجار تا کنون در جریان بوده و در آینده نیز ادامه خواهد داشت. مهمترین اختلاف کیهانشناسی رایج و کیهانشناسی شعوری در برداشتی که از مشاهدات خود دارند این است که حرارتی را که دور تا دور کیهان می‌بینیم اطلاعاتی است از گذشته یا آینده، آن هم با 13.8 میلیارد سال تأخیر. پوسته کیهان، قسمت سوم از سری مستندات کیهانشناسی شعوری. در آغاز کیهان، سیاه‌چاله کیهانی میلیاردها درجه حرارت را درون خود حفظ کرده بود. چون امکان تبادل حرارت درون پوسته با خارج از آن به علت عدم وجود فضا وجود نداشته است، بنابراین پوسته کیهان همواره یک محیط ایزوله را برای کیهان فراهم کرده و حرارت را در خود نگه داشته بود. اما چرا دما از میلیاردها درجه از ابتدای واگرد به 2.7 کلوین در حال حاضر رسیده است؟ و چگونه این میزان از حرارت بدون اینکه هیچ گونه تبادل حرارتی بین کیهان و خارج از پوسته آن وجود داشته باشد به دمایی که همکنون ما از CMB میشناسیم رسیده است؟ در مستند سیاه‌چاله کیهانی مشاهده کردیم که با فشرده شدن کیهان دمای درون سیاه‌چاله کیهانی رو به بی نهایت رفت. برای اینکه وضعیت سیاه‌چاله کیهانی را بتوانیم تصور کنیم از مثالی استفاده می‌کنیم. محفظه‌ای بسته که با محیط بیرون خودش تبادل انرژی و دما ندارد را تصور کنید که درون آن را با گاز پر می‌کنیم. حال اگر گاز درون محفظه را فشرده کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در واقع ما بر روی این گاز کار انجام دادیم. چون محفظه با محیط بیرون خودش تبادلی ندارد، انرژی حاصل از انجام این کار به صورت حرارت در گاز فشرده شده ذخیره می شود و دمای گاز درون محفظه بالا می رود. حالا اگر با برداشتن عامل فشار گاز را آزاد کنیم، گاز فشرده به سرعت دوباره محفظه ایزوله ما را پر خواهد کرد و با افزایش حجم گاز ناگهان دما از دست داده و سرد خواهد شد. حال سیاه‌چاله کیهانی را مانند محفظه کروی شکلی در نظر بگیرید که کاملا ایزوله است و پوسته کیهان اجازه عبور هیچ موج حرارت و ذره ای را به بیرون نمی‌دهد. ضمن اینکه بیرون از این محفظه هم چیزی برای مبادله نمی‌تواند وجود داشته باشد. از سوی دیگر انتظار می‌رود که دمای تولید شده از تجزیه تم هنگام افزایش حجم کیهان این افت دما را تا حدودی جبران نماید. اما در مثالی که خواهیم دید می‌بینیم که اینطور نیست. این بادکنک را ببینید. با دمیدن هوا در بادکنک به حجم هوای داخل آن اضافه می‌کنید. خود پوسته بادکنک مساحت آن است و فضای داخل آن که از هوا پر می‌شود حجم بادکنک است. در این حال خود بادکنک کش می‌آید و بزرگ می‌شود. در اینجا می‌خواهیم نشان دهیم که نسبت افزایش حجم بادکنک بسیار بیشتر از نسبت کش آمدن سطح آن است.
اگر این بادکنک را کره‌ای کامل فرض کنیم و شعاع این کره را 1 متر در نظر بگیریم، اندازه سطح بادکنک یا مساحت آن از این فرمول به دست می آید. مساحت برابر است با 4πr2، یعنی عدد 12.57 متر مربع. اندازه حجم این بادکنک نیز با این فرمول به دست می آید. وی مساوی است با 4/3πr3، یعنی عدد 4.19 متر مکعب. حالا بادکنک را چندین برابر باد می کنیم. نمودار افزایش مساحت و حجم بادکنک به این شکل خواهد بود. مشاهده می کنیم که اندازه حجم بادکنک با اختلاف بسیار بزرگتری نسبت به مساحت آن در حال افزایش است. نسبت تولید حرارت پوسته کیهان به حجم کیهان مانند نسبت افزایش مساحت و حجم بادکنک است. همانطور که گفته شد، پوسته کیهان از داخلی ترین لایه خود در حال تجزیه شدن و تولید کردن میلیون ها درجه حرارت تا حدود 3000 کلوین در کیهان است. انتظار ما این است که حرارت کیهان رو به افزایش باشد. اما میزان افزایش مساحت سوخت کیهان که همان مساحت پوسته کیهان می باشد، اختلاف زیادی با میزان افزایش حجم کیهان دارد که در اینجا ارتباط این مسئله با تغییر حرارت کیهان را توضیح می دهیم. در اینجا مشاهده می کنیم که بزرگتر شدن شعاع باعث افزایش مساحت کره کیهان می شود و به همان نسبت هم حرارت را بیشتر به درون کیهان می دمد. اما از سوی دیگر، بزرگتر شدن شعاع باعث افزایش حجم کره کیهان نیز می شود. در این رابطه، در هر لحظه از روند واگرد، تولید حرارت ناشی از سوخت جامد توسط پوسته کیهان که در نهایت به 3000 کلوین می رسد، به حدی نیست که بتواند دمای کیهان را با توجه به افزایش مداوم حجم آن ثابت نگه دارد. در نتیجه همین عامل باعث کاهش دمای درون کیهان می شود و باز هم حرارت تولید شده در مقابل حجم عظیم کیهان ناچیز بوده و نه تنها نمی تواند دمای کنونی کیهان را حفظ کند، بلکه به طور مداوم از دمای آن نیز کاسته می شود. این نمودار مراحل سرد شدن فضا را نشان می دهد. بر طبق این نمودار، دمای فضا پس از عبور از 3000 کلوین که مرحله جداسازی فوتون در انتهای شعله پوسته کیهان است، مسیر پوسته تا مرکز کیهان را با روندی کاهشی طی کرده و به 2.726 کلوین در مرکز کیهان رسیده است که انتظار می رود در آینده با همین شیب به صفر مطلق برسد. بنابراین نتیجه می‌گیریم که دمای 2.7 کلوین نمی‌تواند عدد ثابتی برای دمای کل کیهان باشد و از نقطه نظر حرارت امکان ندارد که فضا در کل کیهان از پوسته کیهان تا اینجا که ما به عنوان ناظر قرار داریم همگن باشد. به بیان ساده تر، فرایند سرد شدن کیهان از دمای 3000 کلوین به 2.726 کلوین نتیجه پیشروی پوسته کیهان و باز شدن فضای بسیار زیادی است که به طور مداوم پیش روی CMB ایجاد می شود. این گسترده شدن آنقدر ادامه پیدا می کند تا دمای کل کیهان به 0 کلوین برسد. همانطور که توضیح داده شد، کیهانشناسان CMB را بقایایی از بیگ بنگ می دانند. بر این اساس، زمانی که دوردست‌ترین نقطه شعاع کیهان را رصد می کنیم، گذشته کیهان است که مشاهده می شود. اما طبق فرضیه پوسته کیهان، CMB و آنچه از کره کیهان به عنوان یک واقعیت نظاره می کنیم، بقایای ناشی از سوختن و تجزیه شدن پوسته کیهان است که در حال پیشروی به سمت لبه کیهان می باشد. واقعیتی از آینده کیهان که 13.8 میلیارد سال طول کشیده تا اطلاعات آن به ما برسد.
در واقع پوسته کیهان و CMB از نقطه شروع واگرد همچون پیش قراولان ما به سمت آینده و لبه کیهان در حرکت روبه جلو هستند. ولی اطلاعات 13.8 میلیارد سال گذشته آنها با تأخیر زمانی بسیار زیاد امروز به ما رسیده است. پیش قراولانی مانند فوتون ها که اطلاعاتی از آینده را برای ما با خود به همراه می آورند. در مسیر واگرد کیهان ما نسبت به این فوتون ها در گذشته قرار داریم و لبه کیهان در آینده قرار دارند. جالب است بدانید یکی از مأموریت های تلسکوپ جیمز وب این است که اطلاعاتی از لحظات اولیه بیگ بنگ را جمع آوری کند. اما به طور قطع اطلاعاتی از آینده کیهان را به دست خواهد آورد. با توجه به اینکه نوری که از سوختن پوسته کیهان در حال دریافت آن هستیم، 13.8 میلیارد سال طول کشیده تا به ما برسد و در این فاصله زمانی کیهان همچنان در حال گسترش بوده و هست. بنابراین ما با دو حجم از کره کیهان روبرو هستیم. یکی از آنها حجم واقعی کیهان است که با شعاع R1 آن را مشخص می‌کنیم. این حجم مربوط به گذشته یا همان چیزی که هم‌اکنون در حال رؤیت آن هستیم می‌باشد. دیگری حجم حقیقی کیهان است که شعاع آن را با R2 مشخص می‌نماییم که هنوز خبر آن به ما نرسیده و در حال حاضر قادر به دیدن و رصد آن نیستیم. با توجه به اینکه پوسته کیهان مانند یک سوخت جامد برای موشکی است که در همه جهات در حال مصرف شدن است، به طور مسلم در جای این سوخت به پایان می‌رسد. با پایان یافتن ماده تم که همان سوخت پوسته کیهان است، پیشروی و افزایش حجم کیهان متوقف شده و دیگر اثری از پوسته کیهان باقی نمی‌ماند. اکنون واگرد به پایان رسیده است، درست در جایی که دمای کیهان به صفر مطلق میرسد. گرانش در کل کیهان محو میشود. در نتیجه زمان نیز صفر شده و هیچ ناظری در کیهان وجود نخواهد داشت که درکی از زمان داشته باشد. در اینجا دیگر اجرام سماوی وجود ندارند و از مدت‌ها قبل به علت کاهش شدید گرانش و آزاد شدن کل ماده و انرژی تاریک کیهان از هم پاشیده شده و تبدیل به امواج غیر متراکم با طول موجی متمایل به بی‌نهایت شدند. به علت باز شدن همه طول موج‌ها، نور مرئی نیز از هم باز شده و کیهان در تاریکی مطلق فرو رفته و حیات هم میلیاردها سال قبل از این به طور کامل از بین رفته است. در آخرین مرحله واگرد تمامی امواج مماس بر لبه کیهان قرار می گیرند و به واسطه چرخش کیهان باز هم به سمت مرکز آتی کیهان گسیل می شوند تا وارد چرخه دیگری از ماجرای کیهان شده و باز هم روند دیگری از انفجار بزرگ و واگرد دوباره را رقم بزنند. اما فضا که از دیدگاه کیهانشناسی شعوری اصل موجودیت کیهان است و بدون آن هیچ چیزی نمیتواند وجود داشته باشد، به وضعیت اصلی و طبیعی خود بازگشته، باز و رها بدون هیچ گونه تنش و استرس.